بچه اومدنی پینک من، ما خیلی خیلی خوش اومدیم این ویدیو. خب آقا امروز اومدیم با ویدیو پستم پرزنت بایر مونیخ، که خب من کیت مشکی پوشیدم چون قراره کیت مشکی بایرن داشته باشیم و خب از اون طرف کیت بایرن هم نداشتم که بپوشم، ولی یه تیم خفن بایرنی بستم با اینکه بایر مونیخ هیچ موقع تیم مورد علاقه‌ام نبوده، اصلا از اون طرف یه جورایی میشه گفت تیم منفوری هم بوده واسم همیشه، من بارتایی هم، ولی پستم پرزنت بایرنی که بستم خیلی خفن شد، یعنی اگه نگم بهترین، یکی از بهترین پستم پرزنت هایی که سالا بستم. پس حتما حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا با تعویضی ها شروع میکنیم که یه سری بازیکن چرت و پرت خریدم فقط پر کنیم تعویضی ها رو. این داداشمون فقط نمیدونم چرا سیسش رو خیلی حال کردم، یعنی مثلا هیچی انگاه واسهش مهم نیست، یعنی هیچی نمیتونه خوشحالش کنه، خیلی باش حال کردم. خلاصش که گذاشتمش تعویضی، بقیه هم چرت و پرتن. اینجا هم که موسیالای خداییش موسیالایه، چون بازیکن استعداد خفنیه، انتظار میرفت امسال یه فیوچر استاری چیز بهش بدن که ندادن، ولی احتمال زیاد نگه داشتن واسه سال بعد، حالا کاری با این نداریم. اینجا هم که هرناندز لوکاسشون که اینم کاری نداریم، و یه دونم سرژی نبری داریم که حالا تعویضی میتونیم استفاده بکنیم. این کل تعویضی همون بود. پس دنی این همه میگی تیم خفن و اینا کو، که الان تازه بهش میرسیم. مانوئل نویر دروازه‌بانمونه که خداییش یه نفر رو بیارین که میتونستم جا نویر بذارم، یعنی نه آیکونی رو داریم که دروازه‌بان بایرن بوده باشه، واقعا اولیور کان و اینا جاشون خالیه، نه چیز دیگه ای. و بازیکن بعدی به عنوان دفاع راستمون هم کسی نیست جز آقا فیلیپ لام، که یکی از اسطوره‌های بایرن مونیخه، آمارش هم می‌خوایم ببینیم 15 سال واسه بایرن بازی کرده، یعنی هیچ چون و جرایی توش نیست که فیلیپ لام با هم می‌ذاشتیم، و تنها دلیلی هم که این کارت رو نگه داشتم واسه همین داستان بود. اولین کارت دفاع وسطمون اوپامکانوی وانسوواچ، فکر کنم یکی از وانسوواچایی که خیلی زود آپگرید شد، یعنی تو همون یکی دو ماه اول بازی 86 هفت شد که خیلی خفن بود اون موقع، گیم پلی خوبی داشت و هنوزم به نظرم استات کلیدی خوبی داره، غیر از اکسلریشن بقیه چیزاش اوکیه، حالا اجیلیتی بالانس هم نخوایم حساب کنیم و دف اورنس و اینا هم حساب نکنیم خوبه، کلا هیچ چیز حساب نکنیم خوبه. بازیکن بعدیمون نیکولاس سوله است که الان دیگه میشه گفتش بازیکن پست بایر مونیخه، یعنی الان رفته دورتموند و بازیکن پرزنت بایر حساب نمیشه، ولی کارت خفنیه. بازیکن بعدیمون هم پاوارده که کارت خیلی خوبی بود واسه دفاع وسط، یعنی من اون دوره‌ای که اومد و گرفتم فکر میکردم 100% آپگرید بشه، ولی اد بایر مونیخ اون بازی رو باخت و آپگرید نشد، این به خاطر شانس منه، ولی خب دفاع وسط خوبیه و الان دیگه البته خوب نیست و ما هم گذاشتیم دفاع چپ، یعنی کارت اسپیشیال خفن دفاع چپ فقط آلفونسو دیویس بود که ما چون دیویس شیپ شیفتر داریم در ادامه دیویس نمیتونستم بذارم، پس پاواردو گذاشتیم به عنوان دفاع چپ که حالا نات بد. و بازیکن بعدیمونم شوانشتایگر، باستیان شوانشتایگری که 13 سال تو بایر مونیخ بازی کرده و واقعا میتونست تو این تیم باشه و هیچ چون و چرایی تو شواینی هم نیستش قطعا. بازیکن بعدیمون آلفونسو دیویس شیپ شیفتره، همونجوری که لو دادم، که همه جا میتونه بازی کنه، استی میتونه باشه، وینگر میتونه باشه، دفاع چپ میتونه باشه، سی ام میتونه باشه، سی دی ام میتونه، واقعا یکی از بهترین کارتای امساله که 134 تا بازی هم تو تیم اصلی ماش بازی کردم و واقعا هم راضی بودم. بازیکن بعدی اون یکی از اسطوره های بایر مونیخ و یکی از بهترین و گرونترین آیکون های بازیه که لوتار ماتئوسه، و ماتئوس هم همه جا میتونه بازی بکنه، بهترین پستش هم سی ام و سی دی ام که ما هم احتمالاً همین پستا بهش بازی بدیم و فوق العاده کارت خفنیه. بازیکن بعدی بازیکنیه که تازه اومده و منم گرفتمش واسه این ویدیو، ولی باهاش بازی نکردم و نمیدونم چه جوریه، و کسی نیست جز کینگزلی کومان که خب کارت خوبیه، فکر کنم یه بازی باهاش بازی کردم، دو تا بازی هم باهاش تو اسکواد بتل زدم خوب بوده، ولی نمیدونم حالا چه جوری و اینا، حالا باش بازی میکنیم، ولی تریت فینسترات و فلیر پاس بهش دادن و کلا کارت جالبه، اگه اسکیلش 5 میدادن واقعا اوپی بود، ولی خب اسکیل 4 ویک 4 و حالا یه جورایی تو این ویدیو تستش میکنیم. بازیکن بعدیمون لروی سانه است که یکی از بهترین مهاجمایی که امسال بازی کردم باش تو تیم اصلی من بازیش دادم، یه ویکند کامل باش بازی کردم و فوق العاده است، امیدوارم که تو این ویدیو بتونم از خفن بودنش بهتون نشون بدم، یعنی در و دیوار بازی نکنم و بتونم حداقل یکی دو تا گل خوشگل با سانه بزنم تا بفهمی چقدر خفنه.
و در نهایت بازیکن آخرمون که مهاجم گذاشتیمش ولی قراره هافبک دفاعیمون باشه و توی بازی جاش عوض بشه کسی نیست جز جاشوا کیمیش که کارت تیم آف ده سیزنشه، توی تیم اصلی ماش بازی کردم، خیلی خفن بوده و خب میگم به خاطر لینک و کیمیش و اینا گذاشتیمش نوک، ولی قطعا جاش عوض میشه و میادش پایین بازی میکنه و خیلی خیلی کارت خفنیه که یکی از بهترین سی دی ام های بازی و واقعا خیلی خوبه. و این بودش تیم پستن پرزنت بایر مونیخ که واقعا به نظر من این تیم 10 از 10ه. حالا شما هم تو نظرها بنویسین که از 10 به این تیم چه نمره میدین. واقعا میگم خودم بدون هیچ اغراقی 10 از 10 میدم، چون واقعا تیم همه جاش بازیکن داره و تیم کاملیه. نیمکتش حالا چیزی نداره که یه گنبری انداختیم اینجا، اگه کار گره خورد و خواستیم گل بزنیم گنبریش هم نات بده. و خب منیجرش هم که کارلو آنجلوتی رو گذاشتیم که دورانی که تو بایرن بودش خیلی خفن بود و اصلا تو اینم شکی نیست. و بریم آقا بدون هیچ ادا اطفاری بریم با تیم پستن پرزنت بایرن مونیخ بازی بکنیم و ببینیم که چه خبره. خب آقا همینجوری که گفتم کیت خودمون کیت دوم بایرن مونیخه و کیت حریفمون هم کیت دورتموند دیگه، قاعدتا اصلی ترین رقیب بایرن مونیخ همین دورتمونده با اینکه خیلی ساله که زیرشه حالا، ولی وارد این بحثا نمیشیم. تیم حریفمون هم خیلی عجیب غریبه، یعنی گومز قرضی که انداخته به عنوان دفاع، ریکن داره، بعد از اون طرف یکی از بدترین کارتای فودن رو داره بازی میده، یعنی دو تا سه تا کارت بهتر فودن هست تو بازی ولی دوست داره فودن بازی بده و به هیچ کس هم مربوط نیست. مثل اینکه ما با 4-2-2-2 شروع میکنیم طبق معمول، ببینیم که شرایط چه جوریه، اگه جواب نداد و اوکی نبودش بلافاصله عوض میکنیم. برو بریم لروی سانه رو ببین این کیه، جاشوا کیمیش اینجا چی کار میکنه نمیدونم، ولی خاک تو سرش نمیتونه را بره و پشمام ناقص ناقص حرکت کردم ولی دید الکی الکی رد کردم زولا رو. اصلا زولا اونجا چی کار میکرد؟ زولا مگه دفاع بود؟ و نمیدونم هرچیه یکی چفتادیم جلو دقیقه 6، یارو هم اینجوری که مشخصه روحیه رو باخت، فکر کنم لف بده. پاوار چه بد جا موند ولی جبران کرد همش کرد. آخ آخ نویر چیکار کرد؟ خدایی تو واقعیت هم اگه دقت کرده باشین یه سری جاها اعتماد به نفس بیش از حد مانوئل نویر کار دست بایر میده، جدی خیلی موقع اصلا به عنوان دفاع آخر داره کار میکنه و خیلی خفنه، ولی بعضی جا زیاد از حد دیگه میاد بیرون و کنم نمونهش هم تو چمپیونز لیگ امسال بود که نزدیک بود بایر گلو بخوره بیاره، در نهایت هم حذف شد ولی یه جا نزدیک بودش زودتر از موعدش حذف بشه. برو بریم لروی سانه رو ببین. آخ 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 کینگزلی کومن شنیدم پاساش خوبه، اگه آفساید نباشه دبلیو. آخ آخ آفساید نبود ولی بد زدم. حالا ما اومدیم از لروی سانه تعریف کردیم، نمیتونیم باش بازی کنیم ولی هدزن خوبیه، هدزن خوبیه، یه هد بزنیم. هد نبود ولی اوکی. پشمام کینگزلی کومن چه شوتی بس، کورنر رو گرفتیم. کینگزلی کومنش دبلیو، میگم تو اسکواد بتل باش بازی کردم زیاد ازش استفاده نکردم ببینم چه جوریه، ولی مثل اینکه دبلیو. پشمام دوباره کومن و دوباره کورنر رایدی، دوباره ما هم همون کارو میکنیم. اصلا میگن تا سه نشه بازی نشه، پس سانترو میکنیم که این دفعه سانه بزنه و چه گلی، چه گلی، یعنی چه گلی، واقعا همینو میتونم بگم، اینو میگن گل، بقیه رو نمیگن. خیلی خوشگل زده جی، یه هد خیلی ناناس و واقعا سه شد و بازی هم شد. خداییش الان تیم خیلی کامله، ولی تنها چیزی که به نظرم کم داره یه ریبریه، یعنی ای کاش یه ریبری شیپ شیفتر به من داده بودش واسه این ویدیو، یعنی قرضیش هم داشتم من بازی میدادم تو این تیم، خیلی خوب میشد ریبری، یعنی ریبری لازمه تیمه. روبن که حالا امسال اصلا کلن تو فیفا نیست، حالا ایشالله سال بعد ورژن آیکونی چیزی ازش بیاد، ولی پشمام فینس شاتش داشت گل میشد، ولی واقعا ریبری لازمه تیم. آها یه حرکت خوب، یه حرکت خیلی بابا خطاه دیگه، خداییش خطاه و کی کاشته زنه، بکنم متئوسش خوب بزنه، تست بگیریم ازش. سری مورینتس رو برد رو خط، اوه خوب زد، خوب زد خداییش، حتی
دروازه‌بان هم نمیرفت، مورینتس هدو اونجا میزد. خب مثل اینکه دیگه کورنر بخور نیست یارو. نات بد و تمام تمام. کینگزلی کومن دیگه لفت و بغل کرد، قطعا لفت و داد، چون خوشحالی گلم کردم و سه هیچ و ایناست. و آقا دبلیو تیم بایر مونیخ رو خیلی حال کردم باش، خیلی حال کردم، ولی الو لفت نمیده، عیبی نداره. حالا که لفت نمیده ما هم شوینیو میکشیم بیرون و گنبریو میاریم تو، چون لفت نداد ناراحتم کرد، عیبی نداره، میریم ادامه بازی. نویر رو نگاه، چه اعتماد به نفسی نویر گرفت حالا. سانه رو ببین، سانه رو ببین، کماکان سانه. خب یه هد بزن دیگه، به درد نخور. چی بودین؟ زوله رو ببین، هیچی از رو سر زوله فکر کنم نتونه هد بزنه. جامپ نداره ولی ماشاءالله تنه درخت، اینقدر قدش بلنده آجی. این هم از هنر لرویسانه ای که دیگه این دفعه فکر کنم لفتو بده دیگه، واقعا اینو دیگه لفت نده خیلی پر روه. همین الانش هم از پر رو بودنش چیزی کم نمی کنه، ولی دیگه لفتو داد، دوتا گل سانه، یه گل و دوتا پاس گل از کومان و یه گل و یه پاس گل هم از کیمیش و نمره 8-3 نویر. یعنی یارو کلن سه تا شوت چارچوب داشت، سه تاش هم نویر سیف کرد. آقا دبلیو خدایش دبلیو. آقا اینم از تیم پستن پرزنت بایر مونیخ که من واقعا 10 رو بهش دادم، گیم پلیش هم که یکی از خفن ترین گیم پلی های توی پستن پرزنتمون بودش و واقعا همه چی خفن بود. و شما هم حتما حتما نظرتون تو کامنت ها واسم بنویسین و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اگه دوست دارین که ویدیوهای خفن و متفاوت بذارم حتما حتما ویدیو رو لایک بکنید و ایده ای که دارین تو کامنت ها واسم بنویسین، یا اگر دوست دارین که ایده مستقیم تر بهم برسه به دایرکت اینستاگرام به جاهای دیگه واسم بفرستین. و دیگه بیشتر از اینم جا حرف دیگه نمیمونه. مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینک من و تا ویدیو بعد فعلا.